بسم الله الرحمن الرحیم. امام حافظ ابن قیم جوزیه رحمت الله علیه از علمای اخلاق است. در یکی از کتابهای خودش داستان عجیب را می آورد. میگه تاجر بود در بصره، تاجر بود، جوان بود، با شهوت بود، با انرژی بود، پول داشت، جوانی داشت، ثروت داشت، نام داشت، شهرت داشت، همه چیز داشت. خبر شد که در فلانی جا یک کنیز بسیار زیبا صورت که خوب می خواند، خوب می نوازد، خوب می رقصد، در فلانی جای به فروش گذاشته شده. این تاجر سریعا حرکت کرد، آمد در همون محلی که این دختر را قیمت گذاری می کردن. آمد به صاحب این کنیز گفت که من می خواهم کنیز تو را بخرم، می خواهم کنیز تو را بخرم. صاحب کنیز گفت که اگر کنیز مرا می خری قیمتش به اندازه وزنش طلا هست. چرا؟ این اندازه کنیز زیبا در زندگیت هم ندیدی. آواز عجیب دارد، ترنم عجیب دارد، نغمه عجیب دارد، رقص عجیب دارد، اشوگریه ها دارد، چشمه ها را به طرف خود خیره می کند. این قسم دختر زیبا در زندگیت هم ندیدی. اگر می خواهی بخری به اندازه وزنش طلا بدی. جوان سرمست بود. امروز هستن بسیاری کسانان میگه پول دارم، هر کاری که بخواهم میکنم با پول خود. نه، پول مال من و تو نیست، این پول امانت الهیست به دست من و تو. چرا بعد از این که داخل قبر گذاشته شدیم صدا نمیزنیم که پول داریم، پول داریم؟ چون از ما نبوده. چرا داخل قبر، چرا بعد از این که اسرائیل میآید صدا نمیزنیم که ثروت داریم، پول داریم؟ چون مال ما نیست، امانت خداست. امتحان میکنه چیکار میکنیم با اون پول. بعد از این که این دختر را با وزن طلا خرید، در یک کشتی مسافربری حرکت کردند. کشتی در مسیر دریا بود. یک بار همین جوانی که با وزن طلا این کنیز را خریده بود به کنیز گفت الان نوبت توست، نوبت توست، از جای خود بلند شو، بخوان، برقص که ما را دیوانه خود بکنی، اشوگری ها بکن که من به اندازه وزن تو طلا دادم، باید تمام اون بغضی که در سینه من از اون پولی که از دست من رفته امروز کل اونها را از سینه من بیرون کنی، مرا شاد بگردان، مرا به شاش بگردان، کل سرنشینان کشتی را به شاش و شاد بگردان. شروع کرد این دختر به رقصیدن، خوب میخواند و خوب میرقصید. در همین میان کشتی حافظ ابن قیم جوزیه رحمت الله علیه میگه یک حافظ قرآن بود. حافظان قرآن قدر خود را بشناسی. الله اکبر، چه جایگاهی الله به حافظ قرآن داده. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه میفرماید کسی را که خدا قرآن داده چی نداده، کسی را که خدا قرآن نداده چی داده. ای قاری صاحبای عزیز، قدر خود را بشناسین که از بالاترین جایگاه و پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی برخوردار هستین. یک حافظ قرآن هم داخل کشتی نشسته بود. حافظ قرآن نزدیک شد به همین تاجری که بو این پول گزاف این کنیز را خریده بود. تاجر به طرف این حافظ قرآن نگاه کرد، این جوان سرمست. برای حافظ قرآن میگه، گفت آیا در زندگی تانوس چنین آواز زیبا و ترنم زیبا و نغمه زیبا و سرود زیبا و رقص زیبا دیده بودی؟ حافظ قرآن به طرف این تاجر نگاه کرد، گفت بله، از این بالاترش دیدی. گفت در کجاست؟ من به اندازه وزن از این طلا دادم، اگر از این زیبا صورت، از این زیبا صوت پیدا بکنی، من دو وزنش طلا میدهم، دو وزن خودش. حافظ قرآن گفت اون من هستم، اون من هستم که از این زیبا میخوانم. الله اکبر. جام شراب به دست این جوان سرمست که پول داره، ثروت داره، دیوانیش کرده، امانت خدا را مال خود دانسته، گلاس شراب به دستش است، به این حافظ قرآن گفت اگر تو این کار را بکنی من دو وزن این کنیز یا دو وزن خودت به تو طلا میدم. گفت الان گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله اکبر. این ترنم وقتی از حنجره قاری بیرون شد به اون آواز زیبایش، الله چی میگه؟ قل متاع الدنیا قلیل
پول، کالای دنیا، زرق و برق دنیا، مال دنیا هرچی بیشتر باشد، الله می فرماید اندک است. و الاخرت خیر لمن اتقا، آخرت بهتر از برای متقیان. این مثل صاعقه به قلب این تاجر نشست، وجودش را تکان داد، گفت چه آوازه، چه کلامی هست، چه ترنمی هست، دیگر نداری بخوانی؟ گفت هست. گفت بخوان. گفت وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بگو قرآن کلام حق است، پس کسی که ایمان می آورد ایمان بیاورد، و کسی که کافر می شود کافر شود. اونی که کافر می شود عذاب پروردگار و آتش جهنم آماده برای اون هست. گلاس شراب را به زمین زد، دست و پایش به لرزه آمد، گریه می کرد. گفت از این بیشتر نداری بخوانی؟ گفت دارم، خلاص نشده. گفت بخوان، این را هم برای شما من می خوانم. عجیب آیه است عزیز من، آیه 53 سوره زمر. واه چقدر خوشحال میکنه انسان رو وقت ترجمه این آیه را آدم میفهمم. الله چی میفرماید؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. قل، بگو ای محمد امین صلی الله علیه و سلم، قل بگو به کل گناهکاران، بونهایی که اسراف کردن، بونهایی که ستم کردن بر نفسان خود، بونهایی که روحای خود را سیاه کردن به گناه، قل یا عبادی الذین اسرفوا، برای بندگان من که گناه کردن، قل لعبادی الذین، برای بندگان من، الله می فرماید برای بندگان من بگو، ای گناهکار، الله تو را بنده خود گفته، برای بندگان من بگو، اونهایی که اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردن، ستم کردن، گناه کردن بر نفسای خودشان، برشان چی بگو؟ برشان این جمله را بگو، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید نشوید. یک بار با آواز بلند بگوین خدایا ناامید نیستیم، خدایا کل ما ناامید نیستیم از رحمت تو. پروردگارا به همین خاطر است که داخل خانه تو آمدیم. یا الله با قلب مملو از امید به رحمت داخل خانه تو آمدیم. یا الله ما را زمان از خانه خود امروز بیرون بگردان که درون ما را پر از رحمت خود بگردانی. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت من نشوین. چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، کل گناهانتان را میبخشم. بگو این الله اکبر، الله اکبر، کل گناهان شما را میبخشم. چرا؟ انه هو الغفور الرحیم، چون پروردگار شما بی اندازه مهربان است و بی اندازه آمرزش است، آمرزش دهنده است و بی اندازه بخشنده است، شما را میبخشد. وقتی این آیه را خواند جوان به زمین افتاد، دیدن که جان به جان آفرین تسلیم کرده. فرق نمی کند که به لبان شراب بوده، فرق نمی کند که هنوز اثرات گناه در وجودت است، امین که توبه بکنی. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، با من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من، با من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. امروز پیش هر کس سفره دل خود را باز کردیم ولی جواب نشنیدیم. دکتر جواب نداد، ملا جواب نداد، والی جواب نداد، وزیر جواب نداد، پادشاه جواب نداد. این کشور آرامش ندارد، صلح ندارد، امنیت ندارد. الله می فرماید به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من،
فقط اون است که جواب میدهد. بیفشان قطره اشکی که من استم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. امروز بسیار مردا پیش مردا گریه میکنه میگه ما فقیر هستیم، بسیار زنا میان گریه میکنن که ما فقیر هستیم، پیش دکتر رفته گریه میکنیم. به خدا قسم اگر این قطرات اشک را در نیمه های شب برای پروردگار خود بکنیم، بیفشان قطره اشکی که من استم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را، الله اکبر، اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. فقط یک لحظه در کنار او، یک لحظه با اون نجوا، یک لحظه نام او را گرفتن، یک لحظه با او را آشتی کردن، تمام خواسته های تو را پورا می کند. به ما گو حاجت خود را، اجابت می کنم آن را، طلب کن آنچه را خواهی، مهیا کردنش با من.